آیت الله سید ابراهیم سید علوی از اساتید و فضلای حوزه علمیه و دانشگاه دار فانی را ودا گفت وی در سال 1318 هجری شمسی برابر با 1358 قمری در شهر تبریز متولد شد پس از گذراندن دوران تحصیلات حوزوی در سال 1350 هجری شمسی با دیپلم ادبی و شرکت در کنکور سراسری وارد دانشگاه تهران شد و در رشته جامعه شناسی لیسانس گرفت. وی از زمان جوانی وارد رشته نویسندگی شد و کتابهایی را تعلیف، ترجمه و تحقیق کرد که برخی از آنها به چاپ رسیده است. همچنین از وی نزدیک به 100 مقاله به زیور تب آراسته شده است. از جمله آثار او یادنامه علامه شریف رزی، یادنامه علامه شرف الدین، مقدمه و نشر حقایق و تعویل، مقدمه و نشر دیوان شریف رزی، تخلیص البیان، سید رزی، تاریخ توصیفی تحلیلی صدر اسلام، تاریخچه نقد و بررسی عقاید و اعمال وحابی ها، سرزمین پیامبران، نگاهی به ارکان اسلام در نهج البلاغه، تقوا و متقین در نهج البلاغه بعثت پیامبری در نهج البلاغه زمینه های بعثت نظام صلح نظام صالح و منبع فکر و قانونگذاری اخلاق و سیره پیامبران نماز در قرآن اقتصاد و صرف جویی عدل الهی و عدالت بشری نماز جماعت و فواید و آثار سب و از دیدگاه اخلاقی و فقه سیاسی می باشد. لازم به ذکر است مرحوم آیت الله سید ابراهیم سید علوی مدتی قبل طی نامهای به دکتر حداد عادل از تحریف در دانشنامه جهان اسلام و یک ظلم دامندار تاریخی پرده برداشته بود وی در نامه خود نوشته بود آقای حداد شما دنیای امروز را با عصر رضاشاه اشتباه گرفته و در دانشنامه جهان اسلام در معرفی خاندان شیرازی با تنگ نظری و تحریف حقایق در مورد یادگار کنونی این خاندان آیت الله سید صادق حسینی شیرازی را سانسور کرده اید این استاد حوزه و دانشگاه با اعتراض به تحریف تاریخ در دانشنامه جهان اسلام و کتمان شخصیت و خدمات بیشمار آیت الله العظما سید صادق شیرازی به نقل از ایشان می نویسد تحریم تنباکو در شرایطی رخ داد که انگلیسی ها با تصرف املاک و زمین های فراوان برای گسترش قدرت استعماری خود قصد اقامت در تهران داشتند. اما فتوای میرزای شیرازی نقشه های انگلیسی ها و آخوندهای درباری را در هم پیچید و دستشان را از جان و مال مردم ایران کوتاه کرد. گفتنی است که مراسم بزرگداشت این عالم وارسته روز جمعه 29 دی از ساعت 14 تا 16 و 30 دقیقه در مسجد نبی واقع در خیابان زنجان شمالی سروش یکم برگزار می شود.